این روزها در محافل ورزشی ما بحث این است که چه باید بکنیم که ناکامی های بیشمار فوتبال ایران متوقف بشه. در برنامه گذشته ما بحثی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که شاید اولین و اساسی ترین قدم برای حل این موزل در ورزش این است که محیط ناشاد ورزش ایران رو شاد کنیم. سعی کنیم که تا حد ممکن سیاست رو از ورزش بیرون کنیم. از بینندگان پرسیدیم که چگونه میشه محیط رو شاد کرد؟ چگونه میشه به خصوص در وضعیت کشور ما ورزش رو با اون شرایطی که در همه دنیا ورزش انجام میشه انجام داد که شاید این نخستین قدم باشه برای رفع ناکامی های مهمترین، محبوبترین و بزرگترین ورزش ایران. خانمی تلفن کردند از خوزستان، گفتند که به فوتبال علاقه بسیاری دارند. گفتند که در زمان رژیم سابق هم میخواستن فوتبالیست بشن، اما متاسفانه همه امکانات در تهران بوده نه در شهر این خانم. حالا صاحب دو پسر و دو دختر هستند. پسرانشون طرفداران تیم صنعت نفت آبادان هستند. دخترانشون هم این تیم رو خیلی دوست دارند. کلن خانواده‌ای هستند، بنا به گفته ایشون همه عاشق فوتبالند. گفتن بین پسرها و دختران من هیچ تفاوتی قائل نیستم، اما دخترای من برعکس پسرام نمیتونن به استادیوم برند و بازی‌های صنعت نفت رو تماشا بکنند. گفتند که پس از دیدن برنامه گزارشگر هفته پیش، پسرانشون تصمیم گرفتند که تا زمانی که خواهرانشان را به استادیوم راه ندهند، آنها هم به استادیوم نروند. گفتند که تصمیم گرفتند هر هفته هر چهار نفرشون به استادیوم برند و اگه دخترها رو راه ندادند هر چهارتا با هم برگردند به منزل و پسرها هم داخل استادیوم نرند. ضمناً گفتند چون اسم برنامه شما من را به یاد برخی از گزارشگران فوتبال می اندازد، لطفاً اسم برنامه تان را عوض کنید. شما یه اسمی پیشنهاد کنید، من حاضرم که عوضش کنم. اما در بررسی این که برای فوتبال ما، البته دلم میخواست که به اصطلاح پیغامی رو که روی تلفن گذاشته بودند با صدای خودشون پخش میکردیم، منتها پیغام رو به اصطلاح لول صداشون خیلی پایین بود. سعی میکنم اگر که چون خودشون خیلی بهتر از من گفتن این داستان رو، سعی میکنیم که اگه شد صدا یه مقداری اصلاح بشه و قابل پخش باشه حتما با صدای خودشون هم پخش بکنیم. اما در بررسی برای اینکه فوتبال ما چه باید کرد، داشتم برنامه 90 رو تماشا میکردم. ابتدا کمی نگران شدم، یعنی باید بگم که اولی خود نگران شدم که نکنه این تنها برنامه قابل قبول تلویزیون هم بنا به دلایل مختلفی که همه میدانند به یک برنامه صرفاً سرگرم کننده تبدیل بشه. بسیار حیفه. من خودم یک بار این بلا سرم آمده. برنامه ورزش و مردم یه موقعی خیلی مورد توجه مردم بود، به خاطر اینکه سعی میکرد حرف مردم رو بزنه. وقتی که نتونست بزنه یا نتونستندش که بزنه، من دیگه برنامه رو اجرا نکردم. امیدوارم که برای نودی ها این مشکل پیش نیاید و بتوانند کماکان به برنامه شون ادامه بدن.
در بخشی از این برنامه جواد نکونام، کاپیتان تیم فوتبال ایران، به روی خط آمد و از گزارشگری که مسابقات رو در قطر گزارش می کرد گله کرد. البته مجری برنامه هم جواب داد که گزارشگر برای این مسابقات سنگ تمام گذاشته. باور کنید من اصلا قصد نداشتم که به این نوع سرگرم کردن ها بپردازم، به بحث بین گزارشگر و بازیکن تیمی. اما گزارشگر بازی ها در جایی خواندم که جواب گله های آقای نکونام رو داده و چون این بحث بین این دو نفر به کل برنامه امشب ما که امیدوارم بتونیم امشب یک نتیجه گیری کلی بکنیم مربوط شد و با اجازه شما میخواهم فرازهایی از این گفته های گزارشگر رو خدمتون بخوانم. ایشان گفتن که من نکونام را دوست دارم، اصولا با او برخوردی نداشتم. همونجوری که گفتم بحث سر این بوده که ظاهرا بین گزارشگر و کاپیتان تیم ملی در قطر مسائلی پیش اومده که البته اینا واقعا به جامعه ربطی نداره، بالاخره پیش میاد، اما چون در دل این برنامه آمد و به خصوص چون گزارشگر مطالبی رو در جواب آقای نکونام دادن که اونا بسیار مهم هست، این است که مجدداً تکرار میکنم و این بحث رو سعی میکنم که سریع تمامش بکنم. گفتن که من با نکونام هیچ مشکلی نداشتم، اما فرض کنید اصلا من و نکونام و قطبی در قطر کتککاری کردیم و همدیگر را زدیم و یک دنیا حاشیه وجود داشت و من هم مقصر اصلی باخت تیم ملی هستم. فکر کنید همه به این نتیجه برسیم، چه کاری میخواهیم انجام ده؟ ایشان گفتن فرض کنید که گزارشگر تلویزیون با کاپیتان تیم ملی با مربی تیم ملی اصلا کتککاری کرده، چی کار میخواییم بکنیم؟ چی کار اصلا میتونیم بکنیم؟ ما صاحب این فوتبالی، هر کاری دلمون بخواد توش میتونیم بکنیم. آخر این حرف است که فرض کنیم ما دعوا کردیم، شما میخوان چیکار کنین؟ خب حتما میتونن که اینو میگن، یعنی میگن که زیاد خودتون خسته نکنید، هر کاری که ما بکنیم ربطی به شما نداره. در ادامه میگن همین دنبال این حرفا رفتن دلیل این است که پیشرفت نمی کنیم و باز هم میبازیم. من بعد از بازی ها جواد نکونام را در فرودگاه دیدم و راجع به حذف با او صحبت کردم. من جواد را دوست دارم، به او گفتم باختیم فدای یک تار مویت، واقعا این فوتبال مغازه ماست، اومدی شیشش شیکوندی اینا عیبی نداره، فدای تار موت. اصلا این میلیون ها ایرانی علاقمنده به این فوتبال نقشی ندارن. میگه من جوادی که نزدم هیچی، باش که مشکلی نداشتم که هیچی، به عنوان صاحب این فوتبال گفتم جواد جون باختی من فدای یه موی سرت. بعد ادامه میده به کریم انصاری فرد هم همین را گفتم. ببینید مشکل فوتبال ما به اعتقاد من یه مشکل بزرگش این است که دست‌اندرکارانش خودشون رو صاحب این فوتبال میدونند و ما رو اصلا شراکتی شاید برامون قائل نیستند. در برنامه 90 یک سوال مطرح شده بود، یه سوال اسمیسی که معمولا برنامه 90 داره. این سوال یا با هوشیاری واقعا انتخاب شده که از 90 برمیاد با هوشیاری این سوال رو انتخاب کرده باشه، یا واقعا در عین سادگی این سوال مطرح شده. آیا عدم استقلال فدراسیون رو در ناکامی‌های اخیر فوتبال مؤثر می‌دانید؟ یک بله، دو خیر. شما می‌توانید عدد مربوط به گزینه مورد نظرتون رو از طریق پیام کوتاه به شماره 23090 ارسال کنید. استقلال یا عدم استقلال، اساساً چه چیزی در مملکت ما، چه ارگانی، چه سازمانی صاحب استقلال هست؟ ما به اونها حالا کار نداریم. فدراسیون فوتبال آیا
عدم استقلالش باعث ناکامی شده؟ خیلی ها در طول برنامه راجع به این موضوع بحث کردن. من خواهشم از شما این است که یه مقداری صبورانه این بحث رو دنبال بکنید، شاید به نتایج خوبی با هم برسیم. در بین تمام جوابها یا بررسیهایی که در این برنامه شد، یک نفر یه جواب خلاصه داد که من بسیار با او هم‌عقیده هستم و اون آقای مجید جلالی هست. آقای جلالی، اگه حالا این سوال اسمس ما، اگر این فدراسیون ها بتونن مستقل عمل کنن، فکر نمی کنین کلن خیلی از این مشکلات برطرف میشه؟ اصلا با این ساختاری که الان هست اصلا نمیتونن مستقل عمل کنن. آره دقیقا میگه الان یه وضعیته که یعنی یا باید بایدشم برم اصلا کفاش با این شرط، یا نمیتونه کار کنه، یا باید بگه همین شرطی که هست به حال بسوزه و بسازه. یعنی عرض میکنم با ساختاری که الان هست اصلا نمیتونن، هیچ کدومشون نمیتونن، هرچی هم تا الان بودن نتونستن. قربون آدم چیز فهم، مجید جلالی جواب این سوال رو داد. با این ساختار، با این تشکیلات اصلا مگه میشه که مستقل بود؟ اما بزرگترین عیب فوتبال ما و بسیاری از سازمانهای دیگه ما همونه که در مورد اظهار نظر اون گزارشگر خدمتون گفتم به نظر بنده اخیر، و اون اینه که دستاندرکارانش خودشون رو صاحب اون سازمان و در مورد بحث ما فوتبال میدانند. هرچه هست بین همین عده‌ای هست که دور و برش میچرخند، ممکنه با هم دعوایی هم بکنن، گله‌ای هم داشته باشن، اما غریبه را نمیدند. صاحب یک بیزنسی شدن، بیزنس بسیار متحرکی، مورد علاقه مردمی، با امکانات مالی نسبتاً خوبی، و همه مشغول اظهار نظرند. اما به اون چیزهایی که باید هیچ کاری ندارن. یه سری کلیگویی هایی هست. با تعدادی از به اصطلاح کارشناسان در این برنامه صحبت شده. خدا وکیلی به چند تاش گوش بدیم و ببینیم غیر از آقای محمد دادکان که حالا تا حدودی حرفایی رو میزنن، بقیه واقعا معلوم هست که چی میگن. جز کلیگویی که برنامه ریزی کنیم، ساختارمون رو نمیدونم فلان کنیم، اینا، این کلیگویی ها چند بار گفته شده، منتها کلیگویی یه حسن داره که شما هم یه حرفی رو زدی، هم به جایی بر نمیخوره، منافعت هم سر جاش میمونه. بریم مقداری از این کلیگویی را رو گوش بدیم، ضمناً حرفای دکتر دادکان هم بشنویم. سازمان فوتبال و مدیریت فوتبال و ورزش کشور ما بود که شکست خورد. مدیرهای باشگاه ما کیان؟ کدومشون قهرمان ملی هم؟ کدومشون تحصیل کرده؟ کدوم دانشگاهی هم؟ کدومشون مدیریت در ورزش رو میدونن؟ اون روز بحران با فوتبال ما، با تعلیق مواجه بود، باید کاری میکردیم. حالا اگه کفاشان اون روز اومد فداکاری کرد، بعد امروز هم فداکاری کنه. که رئیس سازمان تربیت بدنی میخواست رئیس فدراسیون فوتبال بشه، وقتی دید فیفا ممانعت میکنه از حضور ایشون، رفت سراغ آقای کفاشان و به ایشون گفت شما بیا کاندید شو و شما انتخاب شو، ولی من عملا کار از پشت میچرخونم. اگه ما مدیریتامون تو سطح فوتبالمون، تو سطح ورزشمون درست نکه، متاسفانه همینجوری همه چی باقی میمونه. سکاندار فوتبال ما جناب آقای کفاشیان هدایت این کشتی رو که متاسفانه داره به گیر میشینه درست هدایت نکردن. تمام اینا که مسئولیت الان در ورزش ما دارن، من خواهشم اینه که پخش کنیم، بذاری مردم بدونن مسئولیت دارن، دنبال ساختن خودشونه نه ساختن ورزش. سالهاست که مدیر عوض میکنیم و سالهاست که داریم مربی عوض میکنیم. آیا پیشرفت کردیم؟ نکردیم، چون ما نقطه اصلی عیبمون رو نمیبینیم. نذاریم فوتبال بیش از این ذلیل بشه و خار بشه، دیگه چه تیمی مونده ما رو ببره؟ مسئولین فدراسیون احساس مالکیت نمیکنن که، یعنی کسی اینجا مالک فدراسیون که نیستشی هیچ کدوم از مسئولین. ما آدم ها رو آوردیم توی جایگاه گذاشتیم که تو این ظرف نمی گنجن. ها
حالا براشون سخته که قبول کنن یه روزی بخوان از اینجا برن. مجموعه فوتبال کشور میبایستی در تمام زمینه ها کار بکنن، فوتبال بر مبنای مدیریت، برنامه ریزی. ولی اونا دارن با جمع و جد میرن، ما با موتورگازی داریم دنبالشون میریم. نه خدای نکرده من با ایشون مقابله دارم، نه دشمن ایشون هستم، احترامم میذارم، ولی جایگاه اینجا نیست. چقدر میخوای خنده تحویل مردم بده؟ حالا ادعای استقلال بعضیا میکنن یا میگن مثلا ما مدیریت فوتبالی هستیم و نمیدونم فوتبالی هستیم، حرفا و شعارها. بالاخره مدیریت ورزش در سازمان تدارک نظارتی است. پس اون موقع ما بگیم بابا بله همه رو تعیین کردن، مربی تیم ملی رو سازمان گفت و تمام کردن. که من خواهش می‌کنم اینو گوش کن شما، ما استقلالمون تو تعیینه. بله من میگم که من نمیخواستم بیام فدراسیون فوتبال، به نوعی اومدیم، ولی یک هیئت رئیسه انتخاب شد، همه هم کاندید شده بودن، انتخاب شدن، که بنده غیر فوتبالی، ولی بقیه همه فوتبالی بودن. بقیه اگه همه شما رو بشمارین همه فوتبالی بودن، تجربه یه رئیس فدراسیون داشتن، از این رئیس فدراسیون میتونن کار کنن. نشستیم دور هم با هم صحبت کردیم، حرف زدیم، کار کردیم، تصمیم گرفتیم. ولی فدراسیون قبلی چطور بود؟ فدراسیون قبلی فدراسیون خردی بود که آقا میشد رئیس فدراسیون، سه نفر چهار نفر که کارمندش باشن به عنوان اعضای رئیس انتخاب میکرد، یه دونه تو به اصطلاح افتخاری و به اصطلاح سوری، بعد هر چی میگفت همون میرفتن جلو. الان اینطور نیست. شما اینو بدونید که اینها هم که این شعارها رو میدن، ما اومدیم در یه فدراسیون. بله حالا میگم بنده در فوتبال نبودم. اصلا مهم نیست که من در فوتبال نبودم. آقای کفاشیان همچین این موضوع رو مطرح میکنن که انگاری که هیچ اهمیتی نداره. اما این دوستان اکثرشون واقعا حداقل در 10-20 سال گذشته فوتبال در اختیارشون بوده. حالا تیم باخته و دونه دونه از کارشناس و نمیدونم مربی و قدیمی و جدیدی و اینا باز کلیگویی که ما برنامه ریزی داریم، ما با موتور گازی میریم، البته اخیراً در مصر با شطور و اسب میرن، ما این کارا رو میکنیم. چه نکردی؟ یعنی فقط همین آقای کفاشیان مسئوله و قطبی که مثلا 2-3 سال آمده بود؟ دوستان عزیز شما حداقل 20 ساله، بعضیاتون بیشتر، این فوتبال در اختیارتونه. مشکل این است که شما به گفته سوال برنامه 90 استقلالی ندارید، منتها میخواهید یه جوری نشون بدید که نه صاحب اعتبارید، صاحب صلاحیتید و اظهار نظرهای علمی میکنید. حالا اظهار نظرها رو هم دونه دونه خدمتون میخوام بحث بکنم، نه اینکه ما با این دوستان مشکلی داریم. اینا تمامشون من ملاقات کردم. آقای دادکان واقعا شاید تنها کسی است که یه مقداری از کلیگویی گذاشته کنار و به اصل قضایا رفته، راجع به مدیران باشگاه ها صحبت میکنه. توی همین آدمات چند تا مدیر باشگاه بودن که حداقل یکیشون اظهار نظر کرد. آقای دادکان با شماست عزیز من. ما اون چی که به نفع فوتبالمونه باید انجام بدیم. الان هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نشستن، همه دارن تصمیم میگیریم، کار میکنیم. هر کسی که بابا آکادمی به خدا خرابه بوده ساختیم، کار آموزشی کردیم، پایه کردیم، مدارس فوتبال، نمیدونم اردوی تدارکاتی و اردوی 60 اردوی تدارکاتی گذاشتیم. خانم‌ها رو برای اولین بار با حجاب مطرح کردیم توی فیفا، این مجوز از اونها گرفتیم. نمیدونم فوتبال خانم‌هامون یه رده اومده بالاتر، نمیدونم فوتسالمون، فوتبال سایلمون، تیم‌های پایه هم بابا نوجوانان رو اول قهرمان جهان چیز قهرمان آسیا شد، بعد رفت توی مرحله، برای اولین بار توی مرحله بالاتر رفت. جوانان ما با یه سال نیم سن پایین‌تر، خب به کره جنوبی و استرالیا باخت، ما به هدفمون رسیدیم. امیدمون آقای فلسفون همینطور ژاپن، شما بابا خودتون ما بگین همیشه جام جهانی میره، کره همیشه میره، نمیدونم خودت شما بهترین آمار رو میدونید، 10 11 نفر از بچهای ژاپن، کره همه تو لژیونرها هستن. آقای انصاری فر ما که بهترین بازیکن شایسته است، 3-4 بازی ملی و نمیدونم بین‌المللی ملی داشته، اونها یه بازیکن 22 سال شما 50 بازی بین‌المللی داشته. اینها همه فرقه، ولی باز بچه‌ها ما با غیرت میان کار میکنن. اون آقای قطبی بر خدا اینقدر زحمت کشید، خودش اصلا روزی که تموم شد آقای فدراسیون بازی کلش از گله کرد. بعد ما همون روز از آقای سلیم آقا تشکر میکنم، آورد دعوت کردشون همون ساعت که باخته بودن، چون ما خواستیم شب برگردیم ایران.
اومد تو سفارت دعوت کرد بنده، سفیر محترم ایران آقای سرابی، آقای کاشانی، آقای سعید رو نشستیم، آقای قطبی رو آوردیم همونجا، یه قاب گرفتیم، قاب فرش و اینا رو تجدید کردیم، ماچش کردیم، گفتیم ابن تو با خاطر خوب از ایران برو، باز انشالله میای، باز کار میکنی. بالاخره اینها رسم پهلوانی مردانگی، ما نباید یه مربی سه تا بازی خوب کرده همه به به یه بازی خراب شد همه خلاص رفت. اینا چیزاست که من فکر میکنم که ساختار فوتبال ما باید درست بشه. به بنده تنها نیستش، منم یکی از افراد خدمتگزار هستم که حالا به قول شما از همه بهترم کار کردم. دقیق فهمیدید که آقای کفاشیان چه صحبت های کردن. گفتن که والا ما خیلی زحمت کشیدیم، کلی بازی تدارکاتی گذاشتیم، جزء کارهای بزرگشون این بود که فیفا رو راضی کردیم که دخترهای ما با حجاب بیان تو مسابقات برای اولین بار شرکت بکنند. بعد گفتند که ما اومدیم آقای قطبی رو ماچش کردیم وقتی که باخت، دعوتش کردیم، بنده خدا ناراحت بود، آقای سعیدلو لطف کرد، سفیر محترم اومدن، یک تابلو فرش براشون خریدیم، ماچشون کردیم، گفتیم که ناراحت نباش، ایشالله بر میگردی دوباره، باز میای تو شرکت ما کار میکنی. آقای کفاشیان عزیز، این نوع صحبت کردن شما درست مؤید اظهار نظری است که خدمتون کردم. شما فوتبال رو صاحبش هستید انگار. شما صاحب این فوتبال نیستید. شما این شما نه تنها شما، این مجموعه این فوتبال رو به اینجا رسونده، کدومتون استعفا دادید؟ دبیر فدراسیون فکر کنم اون آقای نبی بود، گفت ما خودمون رو مالک این فدراسیون نمی‌دونیم. والا بلا هر جای عالم بود با این نتایج مفتزه حداقل کاری که میکردن استعفا میدادن. همه هم میگین که ما تکلیفمونو به خاطر ادای وظیفه اومدیم و رسم پهلوانی فقط اینه که چون آقای قطبی ناراحت بوده گریه کرده شما ما چش کردی؟ رسم پهلوانی، رسم تقوا داشتن این است که انسان وظیفهش رو درست انجام بده. به نظر من باید همه با همکاری کنیم، ما باید بشینیم فوتبال مملکتمون به نحوی درست بشه که انشالله واقعا من وقتی میرم توی خیابون مثلا میبینم که طرف اومده از راه دور تو قطر از آمریکا اروپا اومده بودن میگفتن آقا ما اومدیم برای فوتبال و اینا مثلا برنده نشدن، اصلا من اینقدر عرق میریختم که خدا شاهده که اصلا هیچ سختی برام برتر از این نبود که من میرم یه هموطن اومده این هم علاقمند هست اما تیمم برنده نمیشه. اینا برای ما خیلی سخته، ما هم نمیم تلاش میکنیم، ما هم نمیم زحمت میکشیم. یک سال اگه موندگار باشید و بمونید ادامه میدید؟ یعنی بله. ما آقای کفاشیان عزیز، عرق ریختن شما جلو هموطنی که از آمریکا آمده و تیم